در حالی که ویروس کرونا جان 500,000 انسان را تا کنون در جهان گرفته است، تئاتر شهر پاریس هم تصمیم گرفت ماه ژوئیه را میزبان تیم پزشکی و پرستاران به طور رایگان باشد. در حومه بروکسل هم این ابتکار کنسرت موسیقی الکترو در قایق‌های محدود تا شاید لحظاتی شادی جانشین غم و اضطراب باشد. On s'est dit les bateaux, en fait, ce serait idéal parce que les gens restent dans leur bulle, ils ne se rapprochent pas des autres, ils n'ont aucun contact avec les autres personnes. C'était compliqué à mettre en place, mais c'était un chouette challenge et on est très content du résultat au final. در شرایطی که دول آزاد از کوره‌های اتمی و نیروی هسته‌ای فاصله می‌گیرند، حوادث اخیر در پایگاه اتمی نتانز به گفته خبرگزاری فرانسه هشدار نگران کننده است. آقای بهروز کمال‌ورزی سخنگو گفته محل انفجار یک انبار بوده و هیچ اسباب و ابزار مربوط به فعالیت اتمی در آن وجود نداشته است. اسرائیل و امریکا جمهوری اسلامی را مدت هاست متهم به فعالیت پنهانی هسته‌ای برای دستیابی به بمب اتمی ساختند. آقای محمد مردانی استاد دانشگاه در تهران در توییترش گفته اگر انفجاری صورت گرفته یعنی ضربه نظامی به محل انجام گرفته است. از طرف دیگر وزیر دادگستری امریکا شکایتی را از آقای محمد مدنی پور به دادگاه برد که این فعال اقتصادی به دلیل رابطه‌اش با سپاه پاسداران و فروش نفت به ونزوئلا با 4 نفتکش به قضاوت برده است. و باز در ارتباط با ایران دولت کانادا اعلام کرد به دنبال سقوط هواپیمای اوکراین توسط حکومت تهران در 8 ژانویه پروتکلی امضا شد که حکومت وادار به پرداخت غرامت به بازماندگان ایرانی، کانادایی، بریتانیایی، سوئدی، افغانستانی و البته اوکراین شده است. این خبر را وزیر خارجه کانادا آقای فرانسوا فیلیپ شامپاین تایید کرد. رسانه‌های فرانسه هنوز در مرور خبرهای ایران ندیده گرفتن حقوق بشر را به تحلیل و نظر می‌گذارند. و اما در فرانسه از چند روز پیش شایعات مربوط به ترمیم کابینه شنیده می شد. امروز صبح آقای ادوارد فیلیپ نخست وزیر استعفا داد و تنها چند ساعت دیرتر جانشین او آقای ژان کاستکس به عنوان نخست وزیر معرفی شد. به دلیل زمان محدود این برنامه در آینده به ضرورت خبر درباره نخست وزیر بیشتر خواهیم گفت. اگر صفحه اول روزنامه لیبراسیون آنچرا که در هنگ کنگ می گذرد به جدیت نشان نداد، کاریکاتور صفحه اول روزنامه لوموند بیان ساده تری را انتخاب کرده است. به دنبال اعلام نتایج رفراندوم در روسیه که میگوید چگونه پس از 20 سال آقای پوتین روسیه را از ورشکستگی نجات و به امروز رسانده، قصد دارد با این رفراندوم که پیروز شده تا سال 2036 یعنی 84 سالگی در این قدرت بماند. با همه شنیده‌های ضد و نقیض، تحلیلگران با تکیه بر گفته آقای پومپئو احتمال می‌دهند آقای پوتین به نشست G7 7 کشور صنعتی جهان این بار دعوت بشود. در ترکیه جدا از اخبار مربوط به لیبی، کلیسای مشهور سن صوفی به گفته منابع خبری قرار است به مسجد تغییر شکل بدهد. امریکا از ترکیه خواست دست به چنین کاری نزند. تصمیم گیری نهایی توسط دادگاه 15 روز دیگر اعلام می شود. در محله تجاری اقتصادی لدفانس در حومه پاریس، شهرداری محله نوی می گوید چنانچه ساختمان این برج سر به فلک کشیده پایان بگیرد، آمد و شد به گورستان این منطقه غیر ممکن است و به دادگاه شکایت برده است. پریروز در این محل گفته شد فردی با کلاشینکوف در آمد و شد بود، اما 3 ساعت جستجو اثری از او پیدا نکردند. امروز سال روز تولد فرانس کافکا نویسنده چک است که فقط 41 سال عمر کرد. همچنین امروز تولد جولیان اسانج پایه‌گذار ویکی‌لیکس است که وارد 50 سالگی می شود. و بالاخره در پایان زنان تونس در 2 نگاه و هدف سنت شکنی و یا ایمنی از آزار و اذیت مردان در وسایل نقلیه عمومی روز به روز دوچرخه سواری را به یکدیگر توصیه می کنند.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ای چه سفرها کرده ای